شیوع شدید کرونا بر اثر عملکرد مجرمانه رژیم، اعتراف ناگزیر روحانی و طلبکاری وقیحانه از مردم. در حالی که پیامدهای عملکرد رژیم و نپرداختن هزینه قرنطینه از اموال غارت شده مردم و فرستادن زحمتکشان به قربانگاه روز به روز بیشتر بارز می شود و نتایج شوم سیاست رژیم در بالا رفتن شمار مبتلایان حتی در آمار قطر چکانی و رسمی رژیم پنهان کردنی نیست، آخوند شیاد حسن روحانی در تماس تلفنی با نمکی با طلبکاری و وقاحتی حیرت انگیز مدعی مردم بیگناهی شد که رژیم به قربانگاه فرستاده است. رئیس جمهور ارتجاع یک ماه و نیم پس از بازگشایی مدارس و ترددات بین استانها در طرح مجرمانه خامنه‌ای روحانی گفت سفرها صرفاً باید برای انجام کارهای ضروری صورت گیرد. اخطارها و هشدارهای مسئولین در خصوص اوجگیری مجدد بیماری باید از سوی مردم و کسب و کارها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. مردم باید بدانند چنانچه در هر بخشی از کشور هشدارها جدی گرفته نشود و شیوع بیماری دوباره اوج بگیرد، مسئولین ناگزیر از بازگرداندن محدودیت‌ها خواهند بود که این موضوع هم زندگی عادی شهروندان را دچار مشکل خواهد کرد و هم آسیب‌های اقتصادی جدی به جامعه خواهد زد. در این تماس تلفنی نمکی وزیر بهداشت بسیجی رژیم نیز با طلبکاری مشمئز کننده ای گفت باید به مردم یادآوری کنیم که کرونا تمام نشده و اوضاع عادی نیست. شیادی آخون روحانی: امسال شرایط سختری ما داریم. نباید بگذاریم برق‌ها قطع بشود. مردم به تبلیغات بیگانه توجه نکنند. بیگانگانی که هر روز بی‌آبروتر می‌شوند. امسال شرایط سختری ما داریم. نباید بگذاریم برق‌ها قطع بشه. مردمی که در خونه هستند حالا یا بیمارند، خودشون ایزوله کردند یا به هر حال دارن زندگی می‌کنند، نیازمند به برق هستند در تابستان گرم و همچنین در آب. آب نیازمندی ما امسال و مصرف ما بیشتر خواهد بود به خاطر همین دستورالعمل‌های بهداشتی که ما داریم که مردم باید چندین بار بتونن دستشون به خوبی بشورن. بنابراین امسال یک شرایط خاصی ما در زمینه آب و برق داریم. اگر مردم عزیز ما همین کولر گازی که تو خونه دارن یا کولر آبی که دارن، در کولر آبی اگر رو دور کند بگذارن، نرن رو دور تند، و در کولر گازی اگر درجهش رو مناسب تنظیم کنند، مثلا به جای 18 و 20 و اینها برن رو 24 درجه تنظیم بکنند، ما میتونیم به خوبی از تابستان امسال عبور بکنیم. امیدواریم هر روز ما در امسال روز تولید باشه، روز جهش تولید باشه، روز افتتاح باشه و روز نشاط مردم باشه و مردم به تبلیغات بیگانه توجه نکنن. بیگانگانی که هر روز کم آبروتر و بی آبروتر میشن. این افتتاح‌ها یک پاسخ قاطعی به آمریکا و اسرائیل هست برای اینکه اونها به خوبی بدونند در شرایطی که وضع آمریکا در یکی از بدترین روزهای تاریخ سیاسی و اجتماعی آمریکا رو مشاهده هستیم و می‌بینیم چه ظلم بزرگی به سیاه‌پوستان میشه و ماجرای جورج فلوید به عنوان یک ماجرای جهانی شد. یعنی این هم داستان عجیبی است. اظهار همدردی می‌کنیم نسبت به همه مردم آمریکا که امروز در خیابان‌ها هستند و دارن تظاهرات می‌کنن و به شدت محکوم می‌کنیم جنایاتی که امروز در آمریکا داره واقع میشه و کاخ سفیدی که فرمان این جنایت ها رو صادر میکنه.